میدونستید داریوش مرجویی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب کلی از فیلمهاش توقیف شده و اجازه پخش نگرفته؟ میخواییم تو این ویدیو این فیلم ها رو با هم مرور بکنیم و پاسخ داریوش مرجویی به این سوال که چرا فیلم هاش توی هر دو دوره توقیف میشد و اجازه پخش نمیگرفته رو بشنویم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب کارگردان‌های زیادی رو داشتیم که قبل از انقلاب فیلم‌هاشون مطابق سیاست‌های حکومت شاه نبود و فیلم‌هاشون توقیف می‌شد. البته که این اتفاق بعد از انقلاب هم برای یه سری سینماگر دیگه افتاد و فیلم‌های اونها هم توقیف می‌شد. اما جالبه بدونید که یکی از کارگردان‌هایی که هم دوره قبل از انقلاب یعنی دوره شاه و هم دوره بعد از اون یعنی بعد از انقلاب فیلم‌هاش توقیف می‌شده داریوش مرجویی بوده. داریوش مرجویی کارگردانی که سابقه 50 سال فعالیت هنری داره، بیش از 7 فیلمش توقیف شدن و از این حیث میتونیم این کارگردان رو صاحب رکورد بدونیم. فیلماش هم از دوره 1 ساله تا حتی 10 سال بوده که توقیف بوده. یه فیلمش هم به صورت کامل مفقود شد و حتی نسخه اصلیش که برای کارگردان و تهیه کننده فیلم هم هست از بین رفت و هیچ نسخه ازش موجود نیست. هیچ وقت هم پخش نشد فیلم سیاحت در ایرانش. تازه فیلم هایی هم که از داریوش مرجویی سر وقت اکران شدن یا حتی با تأخیر اکران شدن بیشترشون شامل سانسور بودن. پس داریوش مرجویی رو میتونیم تنها فیلمسازی بدونیم که هم در ایران پهلوی و هم در ایران جمهوری اسلامی فیلمهاش توقیف شدن. اولین فیلم توقیفی داریوش مرجویی فیلم گاو بود که میتونیم مهمترین فیلم داریوش مرجویی همون رو بدونیم. فیلم گاو در سال 1348 توسط داریوش مرجویی ساخته شد ولی 1 سال توقیف بود و اجازه پخش و اکران نمیدادن بهش. در نهایت در سال 1349 اکران شد و با وجود اینکه یه فیلم سبک جدیدی بود و متفاوت بود با فیلم‌های اون دوره، خیلی با استقبال مردم مواجه شد. فیلم بعدی که از داریوش مرجویی توقیف شد فیلم دایره مینا بود. این فیلم سال 1353 ساخته شد ولی خب بعد از 3 سال توقیف در سال 1356 موفق شدش که اکران بشه. این فیلم در مورد یکی از وقایع اجتماعی اون دوره صحبت میکردش، موضوعی که گریبانگیر خیلی از مردم بود ولی اونجور که گفته میشد مسئولین ازش بیخبر بودن. موضوع فروش خون توسط جامعه فقرا که برای تامین نیازهای روزمرهشون مجبور میشدن خون خودشون رو بفروشن، که خب خیلی از این افراد بیماری هایی داشتن یا خونهاشون آلوده بوده و باعث میشدش که ورود این خونها به بیمارستان ها و مراکز درمانی مشکلات بیشتری رو درست بکنه. گفته میشه این فیلم 3 سال توقیف بود ولی در نهایت باعث شد که مسئولین به فکر بیفتن و سازمان انتقال خون بعد از این فیلم ساخته شدش. یعنی تاثیر اجتماعی این باعث تاسیس سازمان انتقال خون شد. مرجویی بعدن در مورد این فیلم گفتش که اون زمان به من گفته شد که حتی محمد رضا شاه پهلوی و فرح دیبا توی کاخ خودشون این فیلم رو دیده بودن و دستور داده بودن که کارگردان این فیلم رو پیدا بکنن ببینن چی داره توی فیلمش میگه، اگه راست میگه که بررسی بکنم ببینم مشکل از کجاست، اگرم که داره دروغ میکنه میگه و سیاه نمایی میکنه اون رو بازداشت و محاکمه بکنن. اما فیلم بعدی که داریوش مرجویی ساختش در اواخر دوران شاه بود. سال 1355 فیلم علمود یا فیلم سیاحت در ایران توسط داریوش مرجویی ساخته شد. این فیلم در مورد اسلام، تشیع و فرقه اسماعیلیان بودش که به سفارش تلویزیون ملی ایران ساخته شده بود ولی هرگز نه در تلویزیون به نمایش در اومد نه به اکران سینماها رسید. گفته میشه که نسخه اصلی فیلم تحویل صدا سیما شده بود و کلن مفقود و نابود شد و هیچ نسخه دیگه ای از اون موجود نیست. این 3 فیلم مربوط به فیلم هایی بودن که قبل از انقلاب توقیف شدن. اما 4 فیلم دیگه از داریوش مرجویی هم بعد از انقلاب توقیف شد. فیلم مدرسه‌ای که می رفتیم در سال 1359 ساخته شد و در سال 1369 بعد از 10 سال توقیف به نمایش عمومی رسید. البته که مرجویی بعد از توقیف این فیلم در سال 59 تصمیم گرفتش که از ایران مهاجرت بکنه و حدوداً چند سالی رو در فرانسه زندگی کرد.
ولی خب بعد از بازگشتش دوباره شروع به فیلم سازی. سال 69 بعد از اینکه فیلم مدرسه‌ای که می‌رفتیم داریوش مهرجویی رفت توقیف شد و اکران عمومی در اومد، مهرجویی تصمیم گرفت فیلم بانو رو بسازه که در مورد مشکلات خانم‌ها و زنها در جامعه امروز بود. فیلم بانو هم در سال 69 ساخته شد و بعد از 7 سال توقیف در سال 1376 به اکران عمومی رسید. این فیلم یکی از فیلم‌های سگانه بانو، لیلا و پری هستش که هر سه فیلم در مورد مشکلات زمان در دوران جدید هستش که خیلی ها حالا اون تایم این فیلمو زیاد قبول نداشتن و باهاش ارتباط برقرار نمی‌کردن، ولی خب حرفایی که حدوداً 30 سال پیش توی این فیلم زده شده بود مشکلات جامعه امروز هم هست و حتی زنان امروز هم با این مشکلات درگیر هستن. اما فیلم بعدی که از داریوش مهرجویی توقیف شد فیلم علی سنتوری بودش. این فیلم در سال 1385 تولید شد ولی متاسفانه 4 سال توقیف بود و اکران اون به تعویق میفت. دلیل توقیفش هم هیچ وقت به داریوش مهرجویی اعلام نشد، ولی چیزی که مشخص بود این بود که فرهنگ و ارشاد دولت نهم اجازه اکران این فیلم رو نمیداد. بعد از عوض شدن دولت در دولت دهم این فیلم بدون اینکه هیچ وقت توی سینماها اکران بشه وارد شبکه خانگی شد و در سال 1389 اجازه انتشار پیدا کرد. مهرجویی بعد از لو رفتن نسخه قاچاق این فیلم گفت که من برای همیشه مردم. حتی توی مصاحبه گفته بود که دیگه از فیلم سازی به این شکل خسته شده و دیگه نمیخواد فیلم بسازه. ولی خب چند سال بعد فیلم های دیگه ای ساخت که روند نزولی داشت و اون موفقیت فیلم های قدیم داریوش مهرجویی رو هیچ وقت تکرار نکرد. آخرین فیلمی که از داریوش مهرجویی توقیف شد فیلم آخرش، یعنی فیلم لامینور بود. این فیلم در سال 1398 ساخته شد ولی 3 سال توقیف بود و اکرانش به بهونه‌های مختلف به تعویق می افتاد. در نهایت در سال 1401 این فیلم به نمایش عمومی در اومد. بعد از خبر توقیف فیلم لامینور در برنامه پخش نوروزی، داریوش مهرجویی یه ویدیو از خودش منتشر کرد و مسئولین توقیف فیلم رو تهدید کرد و گفتش که شما دستای پشت پرده هستید. شما چه کسی هستید؟ چه صلاحیتی دارید که میایید در مورد فیلم من نظر میدید؟ من مجوزهای لازم رو برای این فیلم گرفتم و دلیلی برای توقیفش وجود نداره. فیلم قرار بودش که در نوروز 1401 به اکران در بیاد، ولی خب به شکل رسمی از ترکیب اکران نوروز 1401 خارج شد و تلاش‌های تهیه کننده و بیانیه صنف‌های سینمایی برای نمایش عمومی ساخته مهرجویی هم بی اثر مون. استدلال مسئولان سازمان سینمایی ایران این بود که 2 از صدور مجوز نمایش این اثر گذشته و این مجوز دیگه منقضی شده. اما در مورد اینکه چرا فیلم‌های داریوش مهرجویی توقیف میشه، خود داریوش مهرجویی پاسخ جالب رو داد. اون در گفتگویی که با اصغر فرهادی در مستند موج نو ساخته احمد طالبی نژاد داشتش، صحبت‌هایی در این باره انجام داد و در پاسخ به سوال اصغر فرهادی که چرا فیلم‌های شما قبل از انقلابم توقیف می‌کردن، الانم که در جمهوری اسلامی هستیم بازم توقیف میشه، اینجوری پاسخ داد. اون گفت که دلیل توقیف فیلم‌های من اینه که ذهنیت همون ذهنیته، هیچ تفاوتی نکرده. افرادی که نظارت کننده هستن ذهنیت کافی رو برای درک این فیلم‌ها ندارن و سوادشون در حدی نیست که بخوان فیلم‌های ما رو قضاوت بکنن. بریم قسمت‌هایی از این مستند رو هم گوش بدیم و صحبت‌های داریوش مهرجویی رو بشنویم. مهرجویی، چرا هم اون موقع فیلم های شما رو توقیف میکردن هم این موقع توقیف کردن؟ داستان شما چیه؟ برای اینکه همون ذهنیت دیگه فرق نمیکنه. میدونی شما وقتی یه کاری میکنی که میدونی ورای فهم این نظارت کننده ها هستن، این نظارت کننده ها هستن کی هستن، مثلا میزان سوادشون چقدره. شما قبل از انقلاب راجع به طبقه فرودست فیلم، کلی فیلم ساختین، بعد از انقلاب یهو چرخش کردن راجع به طبقه. حالا خب برای اینکه اون طبقه فرودست دیگه حاکم شد دیگه معنی نداشت دیگه، حالا راجع به یه قصه اونا رو بخوریم. خودشون شدن همه کاره، خودشون داشتن همه کاره رو میکردن. اینی که من دیدم که الان واقعا اون طبقه مستضعف ما الان زنان که دارن استثمار میشن بدجوری، نظرم معطوف شد به همین طبقه متوسط و آپارتمان نشین. و که تو فیلم بانو در واقع این موضوع این دو تا طبقات و جا به جایی
در واقع جایگاه اینا، مثلا طبقه پولدارا همه بدن، ضعیفا خوبن. من می‌خواستم این نگاه رو بشکنم، یه جوری نشودم که فرق نمی‌کنه، اینا همشون یکی‌ان، انسانن. خب دوستان، حتما نظراتتون رو در مورد این صحبت‌ها و فیلم‌های توقیفی داریوش مهرجویی برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.